افشای اسناد مربوط به تماس‌های آقای خمینی و کندی ها جالب. البته چیزهایی رو ما میدونستیم که آقای صادق قطب‌زاده بیشترین اطلاعات مربوط به شاه رو در اختیار رابرت کندی قرار میداد و رابرت کندی اطلاعات قطب‌زاده رو به برادرش که رئیس جمهور این مملکت بود، یعنی جان اف کندی. در نتیجه اینها یه حالت نفرت نسبت به شاه ایران پیدا کردن، یک نفرت شخصی بعد پایه اطلاعات صادق قطب‌زاده. من میدونیم که خب صادق قطب‌زاده با آقای خمینی در ارتباط بود از زیرباز و ماجراهای 15 خرداد و بعد تعهد آقای خمینی به حفظ منافع ایالات متحده آمریکا بعد از انقلاب مذهبی در میهن و مملکت ما. ببین نظر آقای دایی چیه؟ اطلاعات ضد و نقیضی در این زمینه رسید. آقای یزدی دیدم که در این زمینه ابراهیم یزدی وزیر خارجه پیشینه. نمیدونم تا چقدر میشه به حرف آقای یزدی اعتماد کرد. یه مورد هست که در پرونده آقای یزدی مسکوت مونده، ولی من چون شاهدش بودم و از زبان شهود ماجرا رو شنیدم خیلی حیرت میکنم که حتی در خاطراتش آقای یزدی به این موضوع اشاره نمیکنه. انقلاب شده در ایران، در مملکت ما، در بندر لنگه، یعنی شهری در کنار خلیج فارس، بندری در کنار خلیج فارس که مردمانش همه سنی هم. یعنی شیعه مذهب نداره، همه سنی هم. خب انقلاب شده، از ایران، از تهران گروه های حرکت کردن شیعه طرفدار خمینی به سمت لنگه برای اینکه اداره شهر رو به دست بگیرن. فشار و اجحاف روی اهل سنت شروع شده و توهین و تحقیر اونها. مردم در اعتراض به این روش دستگاه دیوانی میگن آقا این شهر رو اجازه بدید خود ما اداره بکنیم، یعنی آدم های خودی و بومی، تا اسباب نارضایتی فراهم نشه مخالفت میکنن، چند نفر دستگیر میکنن، مردم میرن در مسجد تحصن میکنن، در مسجد بندر لنگه. آقای یزدی مأمور میشه از سمت از جانب آقای خمینی که به بندر لنگه بره و اونجا رو آرام بکنه. 60 تن رو میکشن، یعنی به سمت مسجد تیر اندازی میشه و کسانی که به طور مسالمت آمیز تحصن کرد. و عجیبه که این ماجرا علی‌رغم گذشت 30 سال در حال سکوته، هیچ کسی چی راجبش نمیگه. آقای دایی بفرمایید. بله، عرض کنم که بی بی سی، تلویزیون بی بی سی، یکی از اسناد مربوط به دوره جان اف کندی رئیس جمهور فقید آمریکا رو منتشر کرده که به اصطلاح پیامیه که یکی از آخوند مسجد فخرالدوله تهران به نام کمره‌ای که پیام خمینی که اون موقع مرجع تقلید درجه اول نبود، بعد از فوت آیت الله بروجردی مراجع زیادی در قم بودن، به پیام داده بوده، بعد از انقلاب سفید بوده، بعد از اصلاحات ارضی بوده و در اون گفته بوده که من مخالف منافع آمریکا در ایران نیستم و اعتقاد دارم که نفوذ آمریکا در ایران میتونه از نفوذ شوروی جلوگیری بکنه یا تعادل ایجاد بکنه، حرفی که بزده بوده. و بعد بخش دیگری بی بی سی به اسناد مکاتبات یا پیغام پسمان های خمینی با جیمی کارتر، دولت جیمی کارتر در چند هفته قبل از انقلاب اشاره میکنه. اصل داستان به هم بر این قرار میگیره که به هر صورت نقش یا تأثیر آمریکا بر سقوط شاه و آمدن خمینی انقلاب چی بوده. این بحث بسیار خوب، بحث جدیه و خوبم هست که آدم با سند و مدرک و با تکیه بر اسناد صحبت بکنه، چون ما ایرانی ها مثل بقیه ملت ها شاید کمی بیشتر تئوری های توطئه زیاد بلدیم که نمیدونم این اینجوری کرد، اونجا پول داد یوشکی، اینو خواست ساقطش بکنه. دسته که باید آدم رو سند و مدرک، به خصوص آمریکا که همه چیز رو از محرمانه بودن بعد از چند سال در میاد، آدم میتونه نگاه بکنه ببینه در اون دوره در کاخ سفید چه میگذشت، چه نظراتی بود، چی کار میکردن. من خیلی خلاصه فقط بگم که اولا اون نامه‌ای که خمینی در سال 42 ایرانی بوده فکر کنم قبل از تبعید، چند هفته قبل از تبعید نوشته به کارتر، نشون میده چه آدم زیرکی بوده که همون موقع فکر رابطه با آمریکا بوده. ببینید چه آدم زیرکی بوده. این نکته اول. دوم، در مورد دوره انقلاب حرفایی که بی بی سی زده بوده قبلا هم بارها گفته شده بوده. ابراهیم یزدی هم در کتابش هم در مصاحبه‌های علنی این رو گفته بوده و آقای
سرهنگ غلام رضا نجاتی در کتاب خودش حتی این نامه ها و پیام های خمینی رو به آمریکا که بی بی سی هم گفته رو منشر کرده، چیز جدیدی نبوده. و در پایان هم این که در دوره انقلاب از سه کانال با آمریکا در اون ماه‌های آخر با آمریکا مذاکره بوده. دولت آمریکا واقعا نمیدونسته چی کار بکنه. اول تصور میکرده شاه میتونه بمونه، بعد تصور میکرده میتونه به اصطلاح با بختیار، دکتر بختیار بتونن حکومت رو اصلاح بکنن، بعد تصمیم میگیرن با گفته خودشون ائتلاف بین روحانیون و ارتش رو تشکیل بدن تا دست کمونیست‌ها نیفته و بعد میرن به طور کامل حمایت از خود خمینی. ببینید اینا مراحل مختلف بوده ولی از سه زاویه مذاکره بوده. یکی همین در پاریس بوده که ابراهیم یزدی بوده، مورد اعتماد بسیار اعتماد خمینی بوده. یزدی تنها روح غیر روحانی بود در ایران، ابراهیم یزدی، که حق گرفتن وجوهات شرعی خمینی داشت. یعنی کسانی که می‌خواستن خمسشون رو بدن به خمینی، سهم امام بدن به خمینی، میتونستن بدن به ابراهیم یزدی. بنابراین یکی اون قسمت بوده که بی بی سی اشاره کرده. بخش دومش در تهران بود که آقای دکتر صحابی، دوستان ما از بازرگان، از طرف آخوندها که مورد اعتماد خمینی بودن، مطهری بود، اردبیلی، اینها بودن و مذاکرات بسیار جدی بود. بخش سومش که ابراهیم یزدی اشاره کرد و حتی در یه مناظره علنی در تهران که رادیان پخش میکرد در حضور عباس عبدی و دانشجویان خط امام، یزدی پرسید، گفتش که آیا من اشتباه میکنم که در سفارت آمریکا که شما گرفتید اسناد مذاکرات دکتر بهشتی، محمد بهشتی، مهمترین آخوند دوره خمینی بود تا قبل از که کشته بشه، رئیس حزب جمهوری، آیا درست نیست که ایشون مذاکرات داشت و شما اسنادش رو منشر نکردید؟ عباس عبدی اعتراف کرد، گفتش که به دستور خمینی اسناد مربوط به مذاکرات بهشتی رو ما علنی نکردیم. خود آقای یزدی یک بار گفت این رو و چند جا هم نوشته، علنی گفت ایشون، گفت ما در هوستون آمریکا، چون ایشون رئیس انجمن اسلامی کل آمریکا بود، ابراهیم یزدی در هوستون تگزاس بود، میگفت چند ماه قبل از انقلاب محمد بهشتی آمریکا اومد، چند شب پیش ما بود، بعد گفت میخوام برم واشنگتن کار دارم، گفت من از ایشون خواستم که دوستانمون در واشنگتن کمکش کنن، گفت نه خودم میدونم چیکار کنم. و مدت زیادی واشنگتن بود و هیچکس خبر نشد که ایشون چه میکرد. دکتر یزدی معتقده که ایشون 100% مذاکره میکرده. به اعتقاد من به غیر از رفسنجانی که بسیار مورد اعتماد خمینی بود، معتمدترین کس به خمینی بود، بالاترین روحانی در ایران در حلقه دوروبری های خمینی دکتر محمد بهشتی بود، آیت الله بهشتی، دکتر بهشتی بود و مذاکرات پنهانش الان علنی نشده. من تمام این به اتفاقاتی که افتاده در این چند روز، صحبت هایی که شده، امرو خامنه‌ای رد کرده، گفته این اسناد جعلیه که حرف بی خودی میزنه، این رو به فال نیک بگیریم، بیایم برای این که در مملکتمون چه گذشت بیشتر بر اسناد و مدارک جدی و مورد وسوخ تکیه کنیم تا تئوری هایی که هیچ پایه و اساسی ندارن. با شما موافقم. ارتباطات آقای خمینی، صدر انقلاب اسلامی رو با مقامات آمریکایی با هم ببینیم. آیت الله روح الله خمینی می گفت آمریکا شیطان بزرگ است، خبیث است، تمام گرفتاری های ایران از آمریکاست. هوادارانش سازش ناپذیر توصیفش می کنند، رهبری قاطع و پرسلابت که شاه را سرنگون کرد و گفت آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند. من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. اما بنابر این اسناد تازه دولت آمریکا، سیر مبارزات بنیانگذار جمهوری اسلامی ناگفته‌های غریبی دارد. تماس‌های پشت پرده، وعده‌های توخالی، دوستی‌های مصلحتی با دو رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، اسراری که حالا بعد از گذشت نیم قرن از آرشیو ملی ایالات متحده بیرون آمده. بی بی سی فارسی برای اولین بار به یک سند سازمان CIA دست پیدا کرده که نشون میده آیت الله خمینی در نیمه آبان سال 1342، یعنی زمانی که در حبس خانگی بوده در شمال تهران، بی سر و صدا به دولت جان اف کندی پیامی میفرسته، پیامی در حمایت از منافع آمریکا در ایران. خلاصه ی پیام،
خمینی توضیح داد که با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد و حضور آمریکا را در کشور برای مقابله با نفوذ شوروی و بریتانیا ضروری می‌داند. این نامه به گمان من از یک طرف مؤید این نظریه است که آیت الله خمینی حتی در اون زمان هدفی بیش از صرفاً مقابله با اصلاحات ارضی و حق رأی زنان داشت. نکته دیگه هم نشون میده که آیت الله خمینی هیچ ابایی نداشت که درست در زمانی که تندترین حملاتش رو علیه آمریکا میکرد با آمریکا پنهانی قرار مدار بگذاره، نامه بنویسه و وعده و وعید بده و بگه که منافع شما در ایران به خطر نمیفته. رابطه آیت الله خمینی بنابر سند CIA این مرد بوده: خلیل کمره‌ای، یکی از روحانیان تهران که پیام را 4 روز بعد از اعدام 2 نفر از هواداران آیت الله خمینی به سفارت آمریکا می‌رساند، در آستانه سفر لئونید برژنف رهبر شوروی به تهران. معلوم نیست که رئیس جمهوری آمریکا پیام منتسب به آیت الله خمینی را خوانده باشد. کندی حدود 2 هفته بعد در دالاس تگزاس ترور می‌شود. آیت الله خمینی هم 1 سال بعد از کشور تبعید می شود، این بار به خاطر انتقاد شدید از اعطای مسئولیت قضایی به مستشاران نظامی آمریکا در ارتش ایران. 15 سال بعد اما ورق بر می گردد، اعتراضات ضد سلطنتی ایران را فرا می گیرد. رهبر انقلاب حالا در نوفل‌لوشاتو حومه پاریس. Has anyone in the American government or representing the American government been in touch with you recently? آیا در این اخیراً از طرف آمریکایی‌ها یا از طرف مقامات رسمی آمریکا هیچ گونه تماس‌هایی با شما وجود داشته است؟ خیر. Not at all. Is the American government ignoring you? آیا دولت آمریکا کوشش می‌کنه که شما رو ندیده بگیره؟ نمی‌دانم. دولت کارتر در مورد تماس با آیت الله خمینی دچار اختلافات داخلی بوده، اما رئیس جمهوری مردد آمریکا سرانجام تصمیمش را می‌گیرد. درست 1 روز قبل از خروج شاه از کشور، واشنگتن تبادل نظرات و پیام‌های سری با بنیانگذار جمهوری اسلامی را آغاز می‌کند به واسطه دستیارش ابراهیم یزدی. هدف اولیه کاخ سفید بنابر اسناد جلب حمایت آیت الله خمینی از برگزاری مذاکرات محرمانه‌ای بین محمد بهشتی و عمرای ارتش و ساواک بوده، در حالی که آمریکا میگفت پشت سر شاه و دولت بختیار ایستاده. 2 روز بعد از رفتن شاه آیت الله خمینی این پیام را از واشنگتن دریافت میکند: ما نمیگوییم که قانون اساسی نمیتواند تغییر کند. به عبارت دیگر آمریکا به طور اصولی با برچیده شدن سلطنت مخالفتی ندارد. در ازای این رفع ابهام ها آیت الله خمینی هم وعده های مفصل و مشخصی میدهد: وعده صادر نکردن انقلاب و ادامه فروش نفت به غرب. رهبر انقلاب میگوید بعد از تأسیس جمهوری اسلامی جریان نفت ادامه خواهد داشت. سیاست ما این نیست که در امور ملت‌های دیگر دخالت کنیم. یا اینکه شما خواهید دید ما با آمریکایی‌ها هیچ دشمنی خاصی نداریم. فرستاده‌اش هم به طرف آمریکایی میگوید شما مسیحی هستید و به خدا اعتقاد دارید، ما به شما بیشتر از روس‌ها احساس نزدیکی می‌کنیم. یا اینکه شما می‌توانید به یهودیان آمریکا بگویید که نگران آینده یهودیان ایران نباشند. تمام این وعده ها داده شد، تمام حرکت های اول در این جهت انجام شد، مذاکره با مقدم، مذاکره با قره‌باغی، مذاکره با سران دیگر ارتش، و در هر موردی وقتی که ضرورت ایجاب کرد آیت الله خمینی اون کاری رو انجام داد که قدرت خودش رو و قدرت روحانیون دور و بر خودش رو به ضرر بازرگان، به ضرر ملت ایران تثبیت و تکمیل کرد. دامنه تماس‌های پشت پرده آیت الله خمینی با آمریکا تازه در حال روشن شدن است، اما اسناد جدید 1 چیز را روشن می‌کند: مردی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به قدرت رسید و شعار مرگ بر آمریکا را در ایران نهادینه کرد، خود در راه رسیدن به هدف از هیچ کاری، حتی ابراز دوستی به شیطان بزرگ، ابایی نداشته. فوق‌العاده با تشکر میهنانم از بی بی سی اجازه پخش این کار. آقای دایی عزیز صداتون نمیاد. صدا اوکیه، اوکی بفرمایید. آقای دایی بفرمایید. بسیار مهم اینه که همیشه سوال بوده، حالا این اسناد هست، عرض کردم به فال نیک بگیریم که با سند و مدرک صحبت بکنیم.
اینه که چرا خمینی و روحانیون دورش اینقدر ضد آمریکایی شدن، جنگ با آمریکا، جنگ با استکبار، صبح تا شب دیگه نابودی اسرائیل، دخالت در منطقه. ببینید ماهیت، به اعتقاد من ماهیت خمینی و دیگران خب واحد عقب مانده بود. اختلافشم واقعا با شاه هم اون موقع اختلاف از این بود که شاه اصلاحاتی که میکرد به زنان حق رأی میداد و به ویژه فئودال ها و ملاکین در اقتصاد دستشون کوتاه‌تر میشد، چون روحانیون با ملاکین و فئودال ها به سه پایه طبقاتی روحانی بودن. کلن روحانیون و آخوندها اینها بسیار واپسگرا و ضد غرب هستن، اما لزوماً فکر میکنم که خمینی، من فکر میکنم دنبال این نبود که این بساط ضد آمریکایی رو در کشور را بندازه و این طور به اینجا بکشه. آن چیزی که مجبورش کرد این بود که چون اینها از جامعه ایران، مشکلشون جامعه ایران بود، جامعه ایران عقب بودن، دست بالا رو نداشتن، به اصطلاح بخشی که با آخوندها بودن بسیار در جامعه 10-15% جامعه بیشتر نبودن. اگه اینها میخواستن جامعه رو سرکوب نکنن نمیتونستن حکومت بکنن. مؤسس بازرگان نخست وزیر بود، دانشگاه خیلی بسیار فعال بود، مجبور بودن که اینها فضای سیاسی رو ببندن. اینها با گروگانگیری سفارت آمریکا و بعد جنگ با عراق و ایجاد بحران‌های خارجی تونستن اون بدنه خودشون، پایه اجتماعی خودشون در 15% و تحت نام مبارزه با آمریکا، مبارزه با اسرائیل، نمیدونم اینها رو بسیج بکنن، تقویت بکنن و دیگران رو حذف بکنن. یعنی این جنگ ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و بحران‌های خارجی که یکی یکی از گروگانگیری و ادامه بیهوده جنگ با عراق، نمیدونم تشکیل حزب الله، دخالت‌های منطقه‌ای، بحران هسته‌ای، اکنون هم دخالت در سوریه، تمام اینها بحران‌هایی هستند که اون به اصطلاح کارزاری رو که ما در جنگ با آمریکا هستیم، در جنگ با اسرائیل هستیم، برای نجات امت اسلام اومدیم و توجیه میکنه، در اون دستگاه میتونه پایه اجتماعی خودش رو تقویت بکنه، سیستم بسیج و سپاه رو راه بیندازه. بنابراین اینی که اینها به این سمت رفتن از اجبار بود، از اجبار اینکه عقب مانده بودن، اما برای حفظ حکومت اومدن این به اصطلاح خط استراتژیک رو جلو بردن تا کنون بجاستن. این یه نکته. نکته دیگه، من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که پیروزی خمینی به دست گرفتن حکومت در ایران اجتناب ناپذیر بود، یعنی باید حتما اینطور میشد. نه خیر، اینا بخشی کمی از جامعه ما بودن، ضعف‌های زیادی بود و میشد از اومدن خمینی جلوگیری کرد، این بحث دیگری است. اما به هیچ وجه فکر نکنیم که تمام دنیا با هم دست داده بودن، شرایط هم دیگه، مردم هم همه مرده و کشته خمینی بودن. حرف خود یزدی رو بخونید که میگه من وقتی رفتم نجف، خمینی میخواست چند ماه قبل از انقلاب وقتی به پاریس بریم، خمینی به شدت عصبانی بود که چرا آخونده و روحانیون هیچ کاری نمیکنن، گروه های دیگه هستن که فعال هستن و آرام آرام روحانیون رو چشیدن به وسط. من خودم دانشجو بودم، فعال جدی سیاسی بودم، دوستانم بودم. نام خمینی تا 8 ماه، 1 ماه قبل از انقلاب مطرح نبود، جدی نبود. درست. این با اجتناب ناپذیر بود، میشد از پیروزی خمینی جلوگیری کرد، ولی خب عرض کردم بحث دیگری است. کاملا درست. اون حتما به نظر من دنیا دست به هم داد که این بیاد. دو دستگاه سخن پراکنی در تزریق خمینی به کل جریان انقلاب خیلی مؤثر بودن، یکی مسکو بود و کلیه وسایل تبلیغاتی که در اختیارش بود، از جمله در اختیار حزب توده، یکی تیرانا بود، یعنی انور خوجه و حکومت انور خوجه و دستگاه سخن پراکنیش که بیشترین تلاش کرد که خمینی رو به عنوان عنصر ضد امپریالیستی در رأس یک انقلاب کبیر و بزرگ به جامعه ایران معرفی بکنه و دست کم به جامعه سیاسی ایران. اینا خیلی نقش مهمی داشتن، نقش بسیار مهمی داشتن در تزریق نام خمینی به اندامباره انقلاب در ایران.
و اما به نظر آقای دایی بنابراین همینم سیاست ضدیت به ایالات متحده آمریکا به این خاطر بود که جمهوری اسلامی احساس کرد کم داره میاره در اداره و مدیریت این مملکت، در اداره و مدیریت مملکت. و خب هر جا که کم آورد، هر جا که احساس کرد که دیگه به اوج ناتوانی رسیده، این سیاست ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل، بعد مسائل اتمی و صدها بحران ساختگی دیگر رو علم کردن، بلکه بتونن این کمبودها رو، این نارسایی‌های به اصطلاح مدیریتی خودشون رو لاپوشانی کنن. ببین نظر دوستان ارجمند چیه؟ درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. برادر من سلام از من خدمت جناب آقای دایی. سریع میرم سر اصل موضوع، وقتی همیانا نمیگرم ممنون میشم بگیم حرفا تموش. ببرمید نظر میری که ما یه سری تعداد قطعه هاست یا پازل رو داریم، ما تا هنرشو نداریم چجوری اینا رو بقیل هم بچینیم. این خیلی مهمه که اون شکلی که دوست داریم رو در بیاریم، دوست داریم نه یه شکل واقعی کارو. یه سیر، یه زنجیری از تحولات اتفاق افتاد، فراموش نکنیم. در فیلیپین از مارکوس شروع شد، اما در ایران با شاه و در نیکاراگوئه سوموزا با ساندینیست ها خط شد. وقتی هایده پا میشه میاد توی کشور بدون اطلاع شاه با ارتش وارد مذاکره میشه، مشخص بداره چه اتفاقی میفته. اینو تمیمش کردیم به امروز. چرا چشمی رو به امروز بستیم؟ یه بهاری شروع میشه از تونس، میرسه به مصر و لیبی میشه تابستون، میرسه به بحرین و یمن میشه پاییز، میرسه به سوریه میشه زمستون. نمیشه بگه آقای دایی بس کن دیگه، قیام مردم در سوریه دیگه، این بازی ها دیگه تموم شده. اونجا آمریکا خاصی بازی میکنه، یه مهره شاه رو برداره، منتها شماها آمریکا رو خیلی گنده کردید، فکر میکنید آمریکا خیلی زرنگه. نه، رو دست بود از داخل ایران، از همین ملاها رو دست به مردم بگیم بعد انقلاب قرار به چه اتفاقی بیفته. دور تا دور ایران یه نمونه شو همین روز آقای نیمودی گفتش، در آذربایجان، در اهواز، در کردستان، در ترکمنستان، دور تا دور ایران شروع کردن به انقلابش و آشوب. همون کاری که امروز دارن سر خاورمیانه میارن 37 سال پیش قرار بود با ما انجام شه. اونجا اون وقت نقش خمینی برعکس شد، وایس جلو آمریکا، تازه آمریکا فهمید که رو دستی خورده وقتی خونسا کرد اینها رو، وقتی خونسا کرد این کودتای نوجره، و بعد شروع کردن جنگ رو انداختن. یعنی از اول امریکا قرار بود بزنه ریشه این منطقه رو بزنه به کشور ما، اولش بود قرار بود ایران رو نابود کنه. اینا رو به مردم بگیم، پازل اینجوری بچینیم، بعدا متوجه میشین اوضاع از چه قرار بود. تشکر میکنم، ممنون. آقای دایی بفهم. حالا من نفهمیدم بالاخره ایشون چی میخواد بگه، که توطئه بود، این همش آمریکاست پشت قضیه. شو اسناد، شو بر اساس یه سندی که بی بی سی گفته کلی دارید نجیگیری میکنه. به کلی نشست های درونی کاخ سفید شورای امنیت ملی آمریکا در ماهای قبل از انقلاب و بحثایی که بود که درمانده بودن به کدوم سمت برن، میتونن اصلاحات بکنن یا نه. برژینسکی مخالف بود، میگو اگه ما الان کوتابیام مردم جلو میان، بعد کی رو انتخاب بکنن، بعد در گادلو بین نجیستن که خب روحانیون بهترین گزینه. اینا جدی واسه واگه تئوری توته. و بعدم این ببینید تای خطش چیه، مثل عرض کردم تمام اینها رو میگید که یه چیزی بیزید تو جیب جمهوری اسلامی، همه اینا رو به هم وصل میکنید آخر که توته های آمریکا بوده. خدا رو شکر که در کشور ما توی 37 سال نتونستن ما رو بکنن مثل سوریه اینا. آقای باریک بین عزیز، اگه این حکومت باشه توته آمریکا اینا چیه؟ این حکومت اگه 20 سال 30 سال دیگه خدای نکرده ادامه بده، دیگه مارمولک هم به گفته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی اینها، هیچ موجود زنده ای در فلات ایران دیگه نمیتونه زندگی کنه تا 20 سال دیگه. بی آبی، آب داره بمیره، هوا برای تنفس دیگه نیست، دیگه مردم از فقر و فلاکت نمیدونن چی بکنن. بخشی ازش کارگرها اعتراض میکنن، کارگرها شلاق میزنن، مردم درماندن، مردم ایران. حالا بگیم امنن که مثلا کیچی آخونده بالا سر دارن خون مردم آروم آرام میمیکن، هی به خارج و توته های خارجی وصل میکنید که آخرش نونشو بریزید تو جیب آخونده. آخه این درسته؟ تشکر. لازم آقای باریک بین، کارنامه منافع ملی ایالات متحده آمریکا رو توی 37 سال اخیر بگذار در کنار کارنامه ایران، شما که آمریکا یارو دست خوردن، بذار ببینیم که منافع کی تامین بوده در این 37 سال.
همین امروز آمریکا بهترین وضع از نظر اقتصادی داره، از نظر اجتماعی و در جریان مبارزه با ترور. نگاه میکردم به نظرسنجی گالوب، یه چند روز این موضوع ترور و اولویتش اومده بود بالاتر، از پله اومده بود بالا، دوباره رفت ته جدول، مثل که هشتم نهم شده، یعنی اینقدر بی اهمیت شده. در هیچ کشور غربی شما این همه ارزانی نمیدید که در ایالات متحده آمریکا. منافع آمریکا اینجا پامپر نشده که آمریکا منافعش رو در بس در منطقه خاورمیانه حفظ کرده. اون مملکت و سرزمینی که منافع و مصلحت‌هاش بر باد رفت متأسفانه ایرانه. چرا کارنامه‌ها رو نمیذاری کنار هم؟ چه رو دست آمریکا خورده؟ چی از دست داده؟ هیچ وقت وضعیتش اینقدر خوب نبوده. از بازاچا گیو بس این شنونده صاحبش بزنه بعد چون آوردم ایشون رو خط. بفرمایید بفرمایید خیلی سریع. آقایان ببینید جون قربان شما درود بر شما. اول در مورد این گزارش به خدمتتون میگم آقای خمینی تمام اون دروغا رو به ملت ایران گفتن که حجاب آزاده، شما آزادی، این ده رأی ملت، همه این دروغا رو دقیقاً به ملت ایران گفتن. بعدم گفتن خود اکردی. ولی در مورد این گزارش اول شما که فهمید در مورد اروپا دوسلدورف و تروریستای که آلمان دستگیر شدن، شما فهمیدید که اینا با داعش بودن و در کنار همین پناهندگان اونجا داشتن زندگی میکردن. بله بله درست. پس شما چرا به آقای ترامپ که میگه مسلمان ها رو به آمریکا ورودشون رو باید تحت نظر بگیریم و این همه اعتراض میکنیم؟ و در مورد آخر این شما هر شماره ای رو که از ایران میاد فشار بدین دود مشو آقای بایستون اینجاست. قربون شما. خدا تشکر میکنم. خط بودم. سال جالبی کردن در مورد آقای ترامپ. مگه شما نگفتید که این داعشی هایی که دستگیر شدند همه به عنوان پناهنده ثبت نام کرده بودند، در کوی پناهندگان زندگی میکردند، چرا با آقای ترامپ اعتراض میشه؟ سال خوبیه، ممکن سال خیلی ها باشه. دوست عزیزم، همه ما میدونیم که چند مدت پیش دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رأی داد که پول ایران چیز حدود 2 میلیارد دلار مصادره بشه در اختیار بازماندگان قربانیان ترور جمهوری اسلامی در لبنان قرار بگیره. همه هم دیگه میدونستن که این ایرانی ها بودن. سخنرانی آقای رفیق دوستم به عنوان سند در اختیار دیوان عالیست، سند غیر قابل انکار. بعد از این ماجرا فکر کنم آقای دایی گزارش مفصلش رو داد. حرفای آقای رفیق دوستم شنیدیم که خیلی با افتخار گفت بود مواد انفجاری رو تهیه کردیم و این عملیات مشرشر رو انجام داد. فکر کنید همون روز آقای ترامپ با استناد به همین رأی دیوان عالی اعلام میکرد که من ایرانی تو آمریکا راه نمیدم. چه حالی بهتون دست میده؟ من و شما باید از اون پس چه میکردیم؟ ببینید آقای ترامپ میگه من تروریست راه نمیدم یا تروریست مذهبی راه نمیدم، همه ما براش کف میزن. اینکه من مسلمون راه نمیدم خیلی حرفه. این اینکه بگن ایرانی دیگه راه نمیدیم در آمریکا. آقای دایی بفرمایید، ببخشید. کاملا درست می‌فرمایید. ببینید یه جنبش همینه. اولا خب در این که داعشی ها با نام اسلام هم یا مسلمان هم اینا بحث دیگری است. ولی دلیل نمیشه که 1.5 میلیارد مسلمان در دنیاست. اولا طبق قوانین آمریکا حرفی که آقای ترامپ میزنه به اندازه یک مسقال، یک اتمیم کوچکترین ذره هم ارزش حقوقی و واقعی نداره. شعاره، همش دروغه. در آمریکا میلیون ها مسلمان هم. اینا آمریکایی هم خیلیشون در ارتش دارن برای آمریکا کار میکنن. اینا خانواده هاشون در خارج آمریکا بخوام بیان بعد چیکار کنن؟ بعد بگن اینا ممنوعه دیگه. نه، این ضد قوانین آمریکاست. اصلا کل این حرفی که آقای ترامپ میزنه ضد قوانین اساسی آمریکاست. حرفی که میزنه که آزادی مذهبه، حرف و شعاره. یک قاضی که ایشون پرونده داره سر دانشگاهی که داشته، صدها نفر رفتن شکایت کردن که جیب ما رو خالی کرده آقای ترامپ. حالا راست و دروغش رو دادگاه باید تعیین میکنه. قاضی دادگاه پدر مادرش مکزیکی بوده، سالها قبل اومدن. این قاضی که الان نزدیک 60 سالشه در ایندیانای آمریکا متولد شده، یعنی از آمریکای خالصه. اینجا میدونی که بین آمریکایی‌ها هیچ فرقی نیست.
شما پریروز آمریکایی شدید یا مثل آقای ترامپ پدرتون اومده اینجا آمریکایی شدید یا مثل همسر آقای ترامپ به خاطر ازدواج با ترامپ آمریکایی شده. همه آمریکاییه، از یه حق و حقوق برخوردارن. وقتی آقای ترامپ میاد نه یه بار نه دو بار میاد میگه این قاضی دادگاه من مکزیکیه، مکزیکیه، بنابراین شایستگی نداره زیر علامت سوال میبره، یعنی چی؟ یعنی نجات پرستی. وقتی میگه مسلمون ها رو من بکنیم نجات پرستی، این با قوانین آمریکا متناقضه، اصلا قابل اجرا نیست. وقتی میاد میگه من دستور میدم شکنجه بکنیم، بعدش میپرسه خبرنگار که آقا نمیشه ضد قانونه، میگه من بگم ارتشی ها اجرا میکنن، فردا ارتش پنتاگون رو از ارتش گفته هم چیزی نیست، ما خلاف قانون نمیکنیم. خود ترامپ اومد اعلام میداد که نه منم به هیچ وجه نمیخوام از اونا نخواهم خواست که بیان خلاف قانون کار کنن. یا بعد میگه که من برای اینکه داعش رو بین ببرم نابود خواهم کرد زن و بچه هاشون هم بین میبرم، خانواده هاشون هم نابود میکنم. آخه این حرف درسته؟ اصلا ضد قوانین آمریکاست. این حرفا عوام فریبانه است، برای فریبه. اگر قدرت اجرایی نداره مگه رئیس جمهور آمریکا میتونه قوانین اساسی آمریکا رو هر چیزی خواست زیر پا بذاره؟ بنابراین اصلا این حرفا ارزش نداره. 1.5 میلیارد جمعیت دنیا، مهمترین متحدان آمریکا در منطقه برای مبارزه با داعش کشور مسلمانه، همین برای مبارزه با القاعده کمکی که پاکستان و عربستان تاکنون کردن و هیچ کشوری نکرده به اینا، علارغم به اصطلاح چی میگن حمایتایی که قبلا میکردن اینها از این گروه ها. اینو بذار کنار آمریکا. و بعدم همین استدلالی که آقای میبودی فرمودن، آخه شما ببینید ایرانی ها که بیشتر از همه تالا آمریکایی کشتن، که همین شما که هموطن در آلمان هستی اگه بخواین قانون اجرا بکنن صدا همه در نمیاد که بیان همه ایرانی ها رو با چوب این حکومت برونن. داعش که یک صدم جمهوری اسلامی که آمریکایی کشی و غرب کشی نکرده که، خب بیان چیکار کنن؟ بگن تمام ایرانی ها باید چوبشو بخورن، ما داریم یه بخش از چوباشو میخوریم، ولی بیان همه رو ممنوع کنن، بگن همه ما تروریستیم، هیچ کدوم رو راه ندیم. درود بر شما فرمایید. درود بر شما آقای میبودی. قربان شما، بفرمایید. خدا نمیدونم رحمت کنه یا حفظ کنه این کسی که این شعر رو گفته که ترکمانا نعل اسبت وارونه بزن تا که رد پای اسبت گم شود. تمام کارهای خمینی منبعث از همین شعر هست، مصداق میکنه در مورد کارش و همینطور مصداق میکنه شعر حافظ که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند تو به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. همین آقای واعظ و رئیس مسلمین جهان، همین که خامنه ای، تمام کاراش از همین دوتا شعر میتونین شما نتیجه بگیرین که همه کاراش اینجوری مرمت تاریخ در تاریخ سیستان آمده. ترکمانان آمدند و زدند و غارت کردند و رفتند و این اشارت به همونه که برای ردیابی اونها چیکار کنن؟ بیان نعل و وارونه بزنن که ما به جایی که از این ببینیم اون سمت داریم اونا رو گم بکنیم. بریم رو خط دیگری. درود بر شما، بفرمایید. ممنون میشم ببینیم نتیجه گیری حرفامو خودم انجام بدم. جناب عالی 180 درجه برعکس. نه دیگه بس، باید بذاری هفته دیگه چون بقیه رو خطن. تو شما نظر تو دادی، ما نظرمون رو دادیم دیگه. شما 10 برابر بیشتر از ما صحبت کرد. من حرفی نزدم که گفتم دو تا کارنامه مصالح ملی دو مملکت رو میذاریم روی میز. هر دو مال 37 سال اخیر. از زمان پیدایش انقلاب اسلامی ببینیم آمریکایی‌ها چقدر ضرر کردن، ما چقدر ضرر کردیم. اصلا آمریکایی‌ها ضرر کردن به نظر نمی‌رسه، آمریکا تامین منافع کردن، چنان کردن که شما توی حلق تأسیسات اتمی تو سمنت ریختی دیگه، چیکار باید بکنن؟ سمنت ریختی تو حلق تأسیسات اتمی در عراق، یعنی ما رو به همچنین مرحله‌ای رسوندن دیگه، چیکار بکنن؟ یعنی قدم به قدم ایران رو تعقیب کردن تا دقیقه 90 ترتیب کار رو دادن دیگه. اینا که ضرری نکنه، زیادی نکرده که. خب درود به شما، بفرمایید. درود به شما. این کامپیوتر می‌خواستم قبلا بگم که اون دوست عزیزمون گفتن که صدای شما در کامپیوتر و در آرشیو قطع شده و
در ضمن برنامه سه شنبه هم وجود نداره. من دوبار میکنم همیشه این نقص ها در آرشیو شما هست. بله من در آرشیو ما و ویژه برنامه ما متاسفانه. درست شما درست میفرمایید. من تو سه شنبه به هر حال به تلویزیون رخ میدم ببینم چه خواهد شد. بفرمایید. ببخشید. خواستم به آقای دایی بگم که آقای دایی حرف آقای منتظری رو همه شنیدن، در یوتیوب هم هستش که خیلی وقت پیش این مسائل ما میدونستیم، ایشون گفتن که من به خمینی گفتم آقا آمریکایی ها رو از زندان آزاد کن که به نفع کارتر باشه، چون اگر او نبود ما اینجا نبودیم. خب این مسئله بزرگه و پیداست که واقعا همه ایرانی ها که کمی هم همه متوجه شدن که مسئله چیه و این کارتر چه کرده. و در ضمن ایران رو به اون آقای تذیرا زنگ میزنم بهتون بگم که آقا با رفتن با بردنش را و به هم ریختن اوپک با اون وضعیتی که الان میبینین و لولو سرخرمنی که درست کردن به نام جمهوری اسلامی، تمام پول منطقه رو بیرون بردن و این مسائل رو در منطقه به وجود بردن و آرامش اونجا رو با رفتن ایشون به وجود بردن و مسائل پشت سر هم همینجور که میبینیم ثروت هم از منطقه بیرون رفت و این بلاها سر ایران اومد و ایشون دیگه اصلا نباید جرأت کنه بیاد بگه ایران چه شد و چه نشد. تشکر میکنم، خیلی لطف کرد. آیدا یه دقیقه وقت داریم بفرمایید. برای امروز خامنه‌ای در سر قبر خمینی مقایسه کرده این دوره رو با دوران قبل از انقلاب، گفته اون موقع مردم در فقر و فلاکت بودن، نمیدونم چی بود، یه جهنمی تصویر کرده، بعد گفته خدا رو شکر به بهشت برینی در جمهوری اسلامی رسیدیم. اصلا هیچ چیزی احتیاجی به نداره. همینا یه نفر ایرانی چه در داخل چه در خارج، چه ایرانی چه خارجی، این حرف رو ببینه چقدر این دروغه تا با ماهیت این حکومت با ماهیت آخوند پی ببره که در روز روشن داره همچی مقایسه میکنه. حالا ممکن نسل جدید یادش نباشه، بخاطر فیلماش که دارن میبینن دیگه، بعد فقر و فلاکت خودشون هم که میبینن که میخواد بهش جلب بده. ببینید چه موجودی این آخوند که سر قبر خمینی داره این حرفا رو میزنه. آقای دایی خیلی تشکر میکنم، تا هفته آینده که باز با هم خواهیم بود امیدوارم.